به نام خداوند بخشاینده و, و مهربان سلام وقتتان بخیر توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت بانک دولتی پاکستان گزارش داده است که صادرات کالا و خدمات پاکستان به افغانستان در نیمه دوم سال 2023 نسبت به سال گذشته 3.63 درصد افزایش یافته است. اطلاعات بانک دولتی پاکستان نشان می‌دهد که در ماه‌های جولای تا دسامبر 2023 پاکستان به بیش از 260 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته است. این در حالی است که صادرات پاکستان به افغانستان در دسامبر سال گذشته میلادی نسبت به ماه قبلی آن 46 درصد کاهش یافته است پیش از این در گزارش بانک جهانی آمده بود که 19 درصد واردات افغانستان در سال 2023 از پاکستان بود اداره خط آهن کشور که تحت کنترل طالبان است امروز سهشنبه 24 دل و گزارش داده است که در یک هفته گذشته 91 هزار 597 تن کالای تجاری از طریق خط آهن صادر و وارد شده است این اداره افزوده است که این مقدار کالا از طریق خطوط آهن ایرتان آقینه و ترغندی جابجا شده است اداره خط آهن طالبان گفته است که بیش از 71 تن کالا از طریق خط آهن ایرتان 11463 تن از طریق خط آهن آقینه و بیش از 9000 تن کالای نفتی و غیر نفتی از خط آهن بندر ترغندی به کشور وارد و صادر شده است در خبرنامه طالبان آمده است که 737 تن کالای تجاری صادر شده میوه خشک و آب میوه انار بوده است و در پایان همزمان با افزایش سن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که در بسیاری از موارد دچار شوک می شود کاملا هرس معاون او برای به عهده گرفتن وظایف رئیس جمهور اعلام آمادگی کرده است هرس در گفتگو با والاستری ژورنال در پاسخ به سوال در مورد آمادگیش برای قبول مسئولیت ریاست جمهوری آمریکا گفته من آماده خدمت هستم شکی در این نیست و افزوده است کسانی که شاهد کارش هستند کاملا به ظرفیت رهبری او واقفند نگرانی درباره کهولت سن بایدن پس از آن بالا گرفت که رابرت هور بازپرس ویژه که رسیدگی به پرونده پیدا شدن اسناد محرمانه در خانه و محل کار بایدن را به عهده داشت در گزارش خود رئیس جمهور را مردم مسن با حافظه ضعیف توصیف کرد بایدن روز پنجشنبه در واکنش به این گزارش در کنفرانس مطبوعاتی به شدت از حافظه و آمادگی ذهنی خود برای خدمت در کاخ سفید دفاع کرد در این حال محتوای گزارش بر نگرانی های مداوم در مورد توانایی بایدن 81 ساله برای ادامه فعالیت در کاخ سفید دامن زد نشریه هیل گزارش داده است که نظرسنجی خبرگزاری ای بی نیوز پس از انتشار گزارش بازپرس ویژه نشان می دهد که 86 درصد از آمریکایی ها معتقدند بایدن برای به عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری بیش از حد مسن است حدود 59 درصد نیز بر این باورند که بایدن و ترامپ هر دو برای این کار پیر شدند. دونالد ترامپ نامزد پیشنهاد جمهوری خان 77 سال سن دارد. هرس 59 ساله قبلا گفته است که آماده است در صورت لزوم رئیس جمهور شود اما نگرانی ها در مورد صلاحیت بایدن را رد کرده است. او ماه گذشته گفت که جمهوری خان چون دستاویز دیگری ندارن این موضوع را مطرح کردند. هرز گفت من در دفتر ریاست جمهوری شاهد بودم که سران کشورهای مختلف متحدان به معنای واقعی کلمه تماس گرفتند تا از جو بایدن راهنمایی بخواهند تشکر از توجهتان تا بعد بدرود